أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که یکی از آثارش به فرموده خداوند تشخیص حق از باطل است. کسی که تقوا پیشه کند، خداوند برای او قدرت تشخیص حق از باطل عنایت می کند. تقوایی که مأموریم و موظفیم او را حفظ کنیم و با او خودمان را از همه خطرات و زیانها و آسیبها محافظت کنیم. الا فسونوها و تسبنو بها. این هفته در خطبه اول بحث منافع ملی را بر حسب یک وظیفه و مسئولیت مطرح میکنیم. خطبه دوم مناسبت های اسلامی جهانی و ملی است که به اونها می پردازیم، علاوه بر تذکراتی که لازم است از باب پرداختن به مسائل اجتماعی کشور، مخصوصا صحبت کردن پیرامون این موضوعات برای راهکار و در واقع بیرون رفت از مشکلات امروز جامعه من بسیار مؤثر است. یکی از مناسبت ها جنگ خندق یا غزوه احزاب است، فتح اندلس است، مخصوصا روز جهانی قلم که در افغانستان هم این روز مورد توجه و در واقع حرمت است. به این مسائل میپردازیم تا انشاءالله در لابلای طرح این مسائل و منافع اجتماعی و راهکار رشد و عزت و پایداری برسیم. اما بحث خطبه اول، قبل از اون که وارد جزئیات بحث منافع ملی شوم، عرض میکنم که یکی از کلماتی که در قرآن خیلی ذکر شده کلمه مردم است، ناس. قل اعوذ برب الناس. خدا به پیغمبر میگه بگو پناه میبرم به خدای مردم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. این خدا صاحب مردم است،
معبود مردم است. حدود 179 آیه، حالا در هر آیه چند بار کلمه مردم آمده، خداوند از مردم یاد کرده. در روایات وقتی وارد میشیم خیلی بحث مردم جدیه. خب این مردم که این همه در قرآن مورد توجه است و خداوند انبیا مخصوصا پیامبر اسلام را برای همه مردم فرستاده، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم، تنها برای مسلمانان نفرستاده. خب قبل از پیامبر اسلام ریشه هاش و حقیقتش بود، انبیای قبلی هم خلاصه موظف بودن امتهاشان در مسیر تاریخ کار و برنامهشان به اسلام هدایت بکنن. خب تاریخ وقتی نگاه کنیم، قرآن دقت کنیم، از آمدن پیامبر اسلام خبر و گزارش بود. بگذاریم این انسان ها که این همه محترم هستن، یک منافع کلی دارن، یک منافع مشترک دارن، یک منافع همگانی دارن. تا اون منافع تأمین نشود، منافع کوچک خرد و به تعبیر که همه من راحت هضم بکنیم، خانوادگی و منطقوی و خدمت شما رو بشه گروهی و خونی، اگر دنبال این منافع باشیم در مسیر تقابل با برنامه های خداوند و انبیای الهی قرار گرفتیم. مثلا پیامبر بزرگوار اسلام می فرماین مردم از درختان مختلفن، یا به تعبیر راحتتر فرمودن مردم مانند درختان مختلفن. خب درخت های مختلف ما داریم، میوه های مختلف داریم، اما فرمود که همگی از یک چیز تغذیه میکنن، همه درختان نیاز به آب دارن اما میوه هاشان مختلفه. مردم همشان به یک منافع مشترک نیاز دارن و حق مشترک دارن در منافع. پیامبر فرمود همه مردم، نفرمود مسلمان، همه مردم به سه چیز نیاز دارن: امنیت، عدالت، رفاه. اینا چیزایی است که آحاد مردم در جامعه که هستن به اینها باید دسترسی داشته باشن. فرمود مردم مثل دانه های شانه یکسانن. الناس سواون کسنان مشت، مردم مثل شانه ای که استفاده میکنیم چطوری کنار هم دانه هاش چیده شده و اگر فاصله ای بیفته او کاربردش کم میشه، اگر یکش قطع بشه دوتاش قطع بشه دیگه اون شانه ای مفید نخواهد بود. ما هم در جامعه نسبت به مردم یک وظایف مهم و اساسی داریم. امروز بحث خطبه اول را گذرا درباره منافع ملی تنظیم کردیم و برنامه ریزی کردیم تا انشالله جامعه من و مردم من و مسئولین بیشتر با منافع، سودها و در واقع فواید که نصیب همه مردم بشه و در نتیجه کشور پیشرفت بکنه، نظام تقویت بشه، اقتصاد حمایت بشه، امنیت پایدار بشه، رشد و تعلیم و آگاهی بیشتر نصیب جامعه بشه، انشاءالله در این راستا این مطالب اثرگذار باشه. میدونین خب نماز جامعه هم که با حمایت شما مؤمنین و امنیتی که مسئولین حاکمیت و امارت اسلامی و همینطور خود عزیزان تأمین میکنن، یا گزارشاتی که دوستان و اهل رسانه زحمت میکشن، به عنوان یک پایگاه، به عنوان یک آدرس
باید در جهت منافع ملی تلاش بکنه. منافع ملی چیست؟ ما یک ملتیم، ما یک مردمیم، یک کشوریم. حالا نزدیک 40 میلیون جمعیت در این کشور، در این آب و خاک زندگی میکنیم. منافع ما چیست؟ منافعی که مال همه ما است. دقت کنین، میگن هدفهای عام و منافع ماندگاری که یک ملت برای دستیابی با آنها تلاش میکنن، چیزهایی که برای نسلهای آینده بمانه، چیزهایی که به فایده همه مردم باشه. مثلا اگر ما مشکل آبمان در کل افغانستان حل بشه، خب میدونین الان اقلیم داره تغییر میکنه، آبها کم میشه، بارندگی ها فرق کرده. خب یکی از کشورهایی که خیلی آسیب پذیر است در این جریان افغانستانه. ما باید یک برنامه ای رو دنبال بکنیم که این منفعت به شکل درستش استفاده بشه و نسل‌های آینده استفاده بکنن. منافع ماندگار، ما برای دسترسی به منافعمون باید برنامه داشته باشیم، تلاش بکنیم و زمینه‌ها را فراهم بکنیم. تمامیت ارضی، خب باید ذره از خاک ما، وجبی از سرزمین ما از دست ما نرود. پس تنها استقلال نیست، یکی از گوشه های منافع ملی مسئله استقلال است. پس منافع ملی یک حیطه وسیع و کلان داره که باید اون چیزی که به نفع یک کشور و ملت و مردم است ما دنبال بکنیم و به اونا برسیم و اونا را برای نسل امروز و نسل های آینده تضمین کنیم، مراقبت کنیم. این کلمه یا این بحث کی شروع شد؟ اساساً خواستگاهش کی بوده؟ میدونین معمولاً وقتی آدم به یک چیزی نیاز پیدا کرد سراغش میره. تا زمانی که تشنه نیستیم سراغ آب نمیریم، تا زمانی که مریض نیستیم سراغ درمان نمیریم. اما خوبش اینه که قبل از اونه که نیاز به درمان داشته باشیم پیشگیری بکنیم. قبل از اونه که تشنه شویم باید آب را فکرش بکنیم. این قانون است. زمان بحث منافع ملی شروع شد و جدی شد که ادعی با تشکیل حکومت‌های مرکزی، یعنی خانوادگی یا به تعبیر دیگر همون پادشاهی، در گذشته ها در خیلی از نقاط دنیا میگفتن آقا فلان خانواده، خانواده خلاصه پادشاه است. این خانواده باید همیشه حاکم باشه. حالا اولادش هم باید حکومت بکنن، نوه و نتیجهش هم باید حکومت بکنن. مردم اینطوری پذیرفته بودن. اما این به ضرر منافع ملی بود. وقتی یک تحول در تاریخ خلاصه دنیا پدید آمد، اولین نقطه ای را که دنیا متوجه شد اینه که این حکومت های متمرکز و مطلقه و پادشاهی به نفع منافع مردم نیست. بعد در مقابل این حکومت ها، حکومت های ملی و مردمی به وجود آمد، حکومت هایی که زمینه در واقع حاکمیت انسان‌های شایسته بر اساس لیاقت، بر اساس قدرت، بر اساس تخصص که اینها می‌توانستند جامعه را جلودار باشند و رهبر باشند و در واقع پیشتاز باشند برای تشخیص منافع ملی، این حکومت‌ها وقتی به وجود آمد مردم متوجه منافع ملی شدند. از همین جهت است که بحث منافع ملی ریشه در تاریخ و سنت داره، ریشه در پیشرفت و در واقع عزت جوامع داره. جوامعی که دنبال منافع ملی زودتر بودن اونها امروز جلوترن. این پیشرفت هایی را که ما در دنیا مشاهده میکنیم
نتیجه همین دقت هاست. یک وقت ما دیر شروع میکنیم مثلا به بحث صحت و درمان، یک وقت زود شروع میکنیم. طبعا اونایی که زود شروع کردن جلو هم، اونایی که جلوگیری میکنن از ورود آسیب ها ویروس ها در محیط زندگیشان، اونها جلوتر هستن. حالا این منافع ملی که تعریف و تقریبا تاریخش خیلی خلاصه عرض کردیم، در کجاها دیده میشه؟ از نظر اخلاقی جایگاه داره، یعنی یک انسان متخلق، یک انسان پیرو پیامبر بزرگوار اسلام که در قرآن میفرماید تو دارای اخلاق بزرگ هستی، یکی از بخشای اخلاق اسلامی این است که انسان دنبال منافع همه باشه. پیغمبر اینطوری بود، هیچ وقت منافع مردم با منافع شخص معامله نمی کرد. اساسا دین یک انسان متدین ایجاب میکنه منافع مردم بر منافع شخص مقدم بداره. قرآن که بحث عزت بسیار با دقت مطرح کرده، منافقین دنبال ذلت جامعه اسلامی بودن و هستن، اما قرآن، پیامبر، اسلام دنبال عزت مؤمنینه. یکی از علائم عزت اینه که انسان دنبال منافع همگان باشه. اون چه که نفعش به همه مردم میرسد، این بیانگر اعتماد و اعتقاد به منافع ملی است. تشکیل یک کابینه، تشکیل یک دولت، تشکیل و گزینش یک عده نخبه برای اداره مملکت، یکی از بهترین شاخصه ها و علامت های منافع ملی است. ما باید او کسی که در بالا و در رأس قرار داره، از او تا آخرین کسی که در اداره کشور کار میکنه، اینها را با بالاترین دقت انتخاب کنیم، مردم انتخاب کنن تا منافع ملی تأمین شود و تضمین شود. لذا در آدرس های دینی که دیگه خیلی معطل نکنم، بس به اصطلاح آرامتر بکنم، پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید ان افضل قرة عین الولاد الاستقامت فی استقامت العدل فی البلاد. میفرماید بهترین افتخار حاکم چیست؟ قرة عین یعنی اونه که افتخارش اسباب روشنی چشم میشه. گاهی آدم در تاریخ زندگیش یه کارهای خیلی خلاصه ارزشمند را انجام میده. مثلا پیامبر بزرگوار اسلام شبی که از مکه مهاجر شد به سمت مدینه، خب در بستر پیغمبر آقا امیرالمومنین خوابید. آقا امیرالمومنین خیلی کارا کرده، اما خب این خیلی برجسته است. گاهی افراد از این خلاصه ویژگی ها داره. حضرت فرمود بالاترین افتخار یک حاکم در جامعه چیست؟ اقامه عدل است، یعنی همه مردم به حقوقشان برسن. نگیم آقا ای از فلان ملت، ای از فلان قوم، ای از فلان منطقه است. فرمود که وقتی اون نامه را به مالک اشتر آقا امیرالمومنین نوشتن، توضیحات دادن، فرمودن که باید به اینا توجه بکنی. یکی این که گوشه چشمت، دقتت بسیار جامع باشه و همه مردم با گوشه چشم در نظر داشته باش. فرمود نگاهت باید عمیق باشه، سطحی نگاه نکن. یک حاکمه که سطحی نگاه بکنه، این کار بزرگ و افتخار بزرگی را نمیتواند به دست بیاورد. فرمود که از آحاد مردم احوال پرسی بکن. و در ادامه همین بحث منافع ملی، این نکات خیلی مهم است. امروز ما به اینا باید خیلی توجه داشته باشیم. کسانی در تأمین منافع ملی
موفقن که خودشان مستقیمن کارها را دنبال کنن. آقا امیرالمومنین سه تا نکته بسیار جدی و اساسی که امروز دنیا به این نکات بها دادن و توجه کردن و استفاده ها بردن مطرح کردن. کسانی که در حاکمیت با مردم همگامن، یعنی مردمی هستن. من این صحبت ها را در دوران خلاصه جمهوریت و حکومت که واقعا ضعف ها و مشکلاتش قابل شمارش نیست مطرح میکردم. گاهی اینجا من خطبه میخواندم، کنار ما در اون گوشه سرک اونجا خلاصه یک عده میامدن از کشورهای همسایه با پوزش میرخصیدن، جوانان ما با نادانی پول میدادن به اون مجالس رقص و پایکوبی شرکت میکردن و گاهی عامل برگزارش خیلی از مسئولین دولت بود. ما اون زمان هم این مطالبه میگفتیم، الان هم میگیم. چرا؟ چون پاسدار منافع ملی هستیم، چون این مادر مشترک و این وطن را پاس میداریم و چاره جز این نیست. آقا امیرالمومنین فرمودن حاکم نباید مدت طولانی از مردم خود را پنهان نماید. هر مسئول، هر شخصیت، هر بزرگی که در دسترس مردم نیست، این به ضررش تمام میشه. میدونین دیگرها خوب گزارش نمیدن. چرا؟ آگاه نبودن حاکم از مشکلات مردم مشکلات بزرگ را کوچک جلوه میده. یکی ده میرن مشکلات بزرگ را میگن آقا چیزی نیست، آقا فقر، بیکاری، مثلا نارسیدگی، اینا مشکلات مهمه، میگن آقا چیزی نیست. یک ایده کمی دنبال یک گپا هستم. حضرت فرمود وقت حاکم خودش دسترسی در اختیار مردم نیست، مردم به او دسترسی نداره، مسائل بزرگ کوچک جلوه داده میشه و مسائل کوچک بزرگ جلوه داده میشه. آقا امیرالمومنین فرمود بر بدن حق لباس باطل پوشانده میشود و بر پیکر باطل لباس حق پوشانده میشود. اگر حق با لباس باطل جلوه بکنه، باطل با لباس حق، دیگه کار پیش نمیره. پس ما برای تأمین منافع ملی باید از این راه ها استفاده بکنیم تا منافع ملی را به دست بیاریم. زیاد فرصت ندارم، من تا مجبورم این نکات عرض بکنم. یکی از چیزهایی که منافع ملی را تأمین میکنه، وقت مالیات از مردم گرفته می شود، هر دولتی باید آثار مالیات محسوس باشه. مردم باید مالیات بدن، درآمدها باید بخشش برای پیشرفت کشور برنامه ریزی بشه، اما آثار مالیات باید در چهره شهر، در آسمان زندگی مردم دیده بشود. و الا اگر مالیات گرفته بشه در زندگی مردم، در توسعه و پیشرفت شهر و محل زندگی تحول تغییر پیش نیاید، فضای بی‌اعتمادی به وجود می آید. یکی از موضوعاتی که در کشورمان افغانستان مطرح بوده در گذشته و الان هم بس مطرح است، مسئله خلاصه انکشاف متوازن است. این اصطلاح در گذشته هم بود، الان هم هست. من زیاد خدمت شما رو چه که وقت ندارم اینا رو دنبال بکنم. این انکشاف متوازن متاسفانه خیلی وقتا گفته میشد، اما در بیرون اینطوری نبود. ما یک کشوری و یک سرزمینی را داریم داخل زندگی میکنیم که ویژگی های خودش داره، باید
با توجه به همین ویژگی هایی که یک کشور داره ما دنبال منافع ملی باشیم. سرمایه های ملی، منابع طبیعی باید به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود. دسترسی به عناوین فرهنگی، پست ها و همینطور عناوین علمی مانند مثلا ماستر، پوانمل، خلاصه پوانیار، دکتر، اینها باید طور تنظیم بشه که همه مردم به اینها دسترسی داشته باشه. اگر برنامه یک طور تشکیل شد در پست های اجرایی و علمی یک عده دسترسی پیدا کردن، منافع ملی تامین نمیشه. مشترکات قومی و مذهبی، اینها کشوری که الحمدلله همه مسلمانن، دیگه یک تعداد کمی که از اهل هنود بود، اونا هم اگر هستن به درصد نمیرسه. الحمدلله این سرزمین مسلمانان اهل سنت حنفی و مسلمین جعفری و اهل تشیع در این سرزمین زندگی میکنن. این ترکیب بزرگ اسلامی ایجاب میکنه به همه باورهای هر دو مذهب توجه شود و عنایت شود تا منافع ملی به دست بیاید. اینها حرکت ها و پیشبینی های خردمندانه و در واقع مسئولانه است که باید به اینا توجه بشه، و الا منافع ملی آسیب میبینه. حرمت به زبان های که در این سرزمین مردم به اون زبان ها صحبت میکنن. این سرزمین زبان‌های مختلف داره، زبان پشتو، زبان فارسی، زبان‌های ازبکی، سایر زبان‌ها باید به اینا احترام گذاشته بشه. منتها من هم اینجا عرض می‌کنم این تکثر و تنوع باعث نشود جامعه ما در مسائل علمی آسیب ببینن. زبان‌هایی که در انتقال مفاهیم علمی بیشتر سهم دارن، اونها را بیشتر باید توجه بکنیم. ما باید دانش آموزمان آگاه به علوم روز باشد. این حرکت ها باعث می شود جامعه ما یک جامعه بیدار، قابل در واقع مقابله و داد و ستد و تعامل با همسایه ها و با کشورهای جهان باشد. ید الله مع الجماعه، دست خدا بالای جمعیت هاست. ما می توانیم حس یک خانواده را با رعایت این اصول در کشورمان و در جامعهمان ایجاد کنیم و به وجود بیاوریم، و امید اون که فرد فردمان در تامین و در تضمین منافع ملی مسئولانه و با هوش و با درایت و با آینده نگری گام برداریم. خدایا سرزمین ما را از همه برکات الهی، برکات معنوی و مادی بهرمند بگردان. خدایا امنیت ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما را روز به روز پر رونق بگردان. دشمنان منافع ما، دشمنان اسلام ما، دشمنان وحدت ما اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشکن بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان معجل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله.
علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. به حمد الله و المنه، با پشت سر گذاشتن ماه مبارک رمضان و هفته هایی که بعد از آن در مراسم نماز جمعه با حمایت و حضور مسئولانه و مخلصانه شما نمازگزاران، اعم از خواهران و برادران، برنامه را دنبال کردیم و دستاوردها و در واقع ثمرات و برکات ماه رمضان اشاره شد. امروز 22 یا 21 ماه شوال است. در ماه شوال مناسبت‌های تاریخی داریم و همینطور یکی دو موضوع ملی، غزوه فخندق یکی از مناسبت هاست، فتح اندلس به دست مسلمان ها که من خیلی خلاصه به خاطر یک موضوعی و نکته‌ای به او میپردازم، روز جهانی قلم و همینطور روز جهانی صلیب سرخ. من این موضوعات در کنار تذکرات اجتماعی که هست عرض میکنم برای که با استفاده از این آدرس، یعنی از فضای نماز جمعه، هممون آگاه شدیم، آگاه به زمان شدیم. وقتی به زمان آگاه شدیم فریب نمیخوریم. من که میگم آگاهی، خب نماز جمعه این مصلا یعنی سلطانیه یکی از خانواده های نماز جمعه است. ما در سراسر کشور الحمدلله صدها نماز جمعه داریم. این نمازهای جمعه همشان یک هدف باید داشته باشن. اینها همشان تبدیل به یک انرژی مثبت برای بیداری تمام ملت افغانستان باید باشد. قانون اینه. چون این نماز جمعه با دستور خدا در سوره مبارکه جمعه برگزار میشه. وقتی با یک دستور به پیشگاه یک معبود در راستای یک سنتی که پیامبر وقتی وارد مدینه شدن اولین کاری که کردن نماز جمعه را برگزار کردن، چون در مکه شرایط فراهم نبود، باید در مسیر آگاهی همگان گام برداشته شود. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. یکی از برکات آگاهی به زمان این است که کسی فریب نمیخوره. چرا جوان ما فریب بخوره؟ چرا روحانی ما ابزار دست دشمن شود؟ چرا جوان معتقد ما عوض خدمت، عوض آبادی وطن دست به یک حرکت ناموزون بزند و لکه بر دامن اسلام شود؟ همه اینها به خاطر این است که از آگاهی کامل برخوردار نیست. ما نماز جمعه را سکوی پرواز برای بیداری جامعه اسلامی میدانیم. اولین بحثی را که با توجه به این هدف مطرح میکنم، روز جهانی قلم. گاهی آدم حسرت میخوره چرا جامعه ما در این مسیر واقعا در این شرایط قرار دارن. جامعه ای که این همه باور، این همه الحمدلله اعتقاد دارن. قلم همون وسیله نوشتن است. اگر شنیده باشیم که یقینا شنیده این، تاریخ بشر را به دو بره تقسیم میکنن، میگوین قبل از تاریخ و بعد از تاریخ. یعنی از اون زمانی که قلم
کار نمیکرد، نوشته مطرح نبود، یادداشت، تحلیل، کتابت مطرح نبود، اینو میگن قبل از تاریخ، چون چیزی ما سراغ نداریم. اما از اون روزی که نوشتن آغاز شد، مبدأ تاریخ از اونجا شروع شده. پس قلم بسیار مهم است، حافظ علوم و معارف، پاسدار افکار و اندیشه ها، حلقه اتصال فکری علماست. امروز اگر ما صحبت میکنیم، اگر تحلیل میکنیم، اینها نتیجه همین قلم های دقیق و هدفمند است که در تاریخ و در حوزه ها و در دانشگاه ها زحمت کشیدن، محصول تلاششون را در اختیار ما گذاشتن و امروز ما داریم استفاده میکنیم. قلم پیوندهنده نسل ها و دوره های زندگی بشر است. کاری که از عهده قلم برمی آید از عهده شمشیر بر نمی آید. نوشتار و کتابت یکی از بزرگترین اختراعات تاریخی بشر است. لذا خداوند به پیغمبر بزرگوار اسلام این مسئله مهم را به عنوان یک محور حرکت و بیداری می‌فرماید: اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. هم دستور خواندن و هم دستور نوشتن. شاعر عرب در تبیین جایگاه قلم میگوید: آن روزی که جنگجویان به شمشیر سوگند یاد میکردند، اذا اقسم الابطال یوما بسیفهم، و از آن به بزرگی یاد مینمودند، قلم نویسندگان افتخار سوگند خدا را کسب کرد. زمانی که مردم به شمشیر و به ابزار جنگ قسم می‌خوردن، افتخار می‌کردن، خدا آمد به قلم سوگند خورد. ما امروز باید در این مسیر حرکت کنیم. ابزار نظامی، وسایل دفاعی یک ضرورت است، اما برد قلم نداره، برد تحلیل و تبیین نداره. ما امیدوار هستیم که از همه ابزار برای پیشرفتمان استفاده کنیم. ارزش قلم در بیان معصومین بسیار بالاست. در این حال که دوست دارم کوتاه‌تر خطبه ها را انشاءالله مدیریت بشود، اما اینا ضرورت است. پیامبر فرمود: سلاستون تخرق و علال حجب و تنتهی الى ما بین یده الله، سریر و اقلام العلماء و وقت و اقدام المجاهدین و صوت و مغازل المحسنات. هر ستاش امروز باید مورد توجه قرار بگیره. فرمود که سه صدا پرده ها را پاره می کند و به پیشگاه عظمت الهی می رسد. چطوری وقت نماز می خوانیم، گریه می کنیم، نافله می خوانیم، حس به ما پیدا می شود، تقرب به خداوند حس می کنیم. پیامبر فرمود صدای یکی از اونها چیه؟ صدای گردش قلم دانشمندان هنگام نوشتن. پیامبر اینقدر داره قلمه تشویق میکنه. دو، گام مجاهدین در میدان جهاد. سه، آوای چرخ نخریسی زنان پاکدامن. یعنی همونطوری که قلم و گام مجاهدین در پیشگاه الهی ارزشمند است، تولید و صنعت و کار، او زمان کارخانه نبود، اگر بود کم بود. پیغمبر فرمود او دست خانومی که کار میکنه و چرخش حرکت میکنه، ای به پیشگاه الهی ارزش داره. ما نمیتونیم یک کشور مدیریت کنیم، آباد کنیم، به اینا توجه نکنیم. به کار، به تولید، به علم، به نظم و نظام و نیروی دفاعی.
امام صادق فرمود هر عضو از بدن انسان و هر جزء از وجود ما زکات داره، زکات واجب داره. فرمود عضو زکات این عضو مهم بدن شما، دست ما در بین اعضای ما خیلی برد داره، حالا بقیه اعضا هم برد دارن اما دست خیلی مهمه. حضرت فرمود که و تحریکها به کتابت العلم، فرمود زکات دست تو بخشش و بذل و سخاوت است که از آنچه خدا به تو ارزانی داشته، با این دست ها اینا را بنویسی، اینا را روشن بکنی، اینها را به دیگران انتقال بده. علی کل حال به بهانه روز جهانی قلم یک تذکر را برای بیداری ملت و مردم و دولت و حاکمیت عرض کردم. ما باید در مسیر قلم و تخصص به قلم و استفاده از قلم به سرعت برنامه ریزی کنیم. هر طفلی که از قلم دور میمانه جفای نابخشیدنی است. هر عضوی از این کشور از قلم و بیان که دور است به ضررش هست. اینها را از باب عشق به سرزمین و ملت و مردم عرض میکنم. خب زیاد فرصت من باقی نیست. یکی از مناسبت های این ایام عرض کردم مسئله فتح اندلس است، ببخشید جنگ خندق است. حالا عبده شوال که دو سه روز قبل بود یادآور فتح و در واقع پیروزی غزوه خندق در سال 5 هجری است. زیاد معطلتان نکنم، نکته مهمی را که در باره فتح خندق یا احزاب عرض بکنم، میدانین تمام دشمنان اسلام دست به دست همدیگه داده بودن که بیاین مدینه ای را که نمونه ای از حکومت پیامبر در واقع حکومت الهی به وجود آمده بود او را نابود کنن. جنگ احزاب که میگن از همه خلاصه مخالفین اونجا حضور داشتن. مورخین می نویسن هدف احزاب نابودی محمد و همراهان او بود. خود آقا امیرالمومنین می‌فرماید هدف احزاب از تحمیل جنگ خندق این بود ان قریشان و العرب تجمعت و عقدت بینها عقدا و میثاقا لا ترجع من وجهها حتی تقتل رسول الله و تقتلنا معه معاشر بنی عبد المطلب. فرمود اینها با هم دیگه پیمان بسته بودن از این جنگ بر نگردن، از این پیمان دست بر ندارن تا پیغمبر و همه یاران پیغمبر را نابود کنن. لذا خیلی برنامه جدی بود. حالا پیغمبر اسلام در این شرایط سخت چگونه مدیریت کرد؟ من به همه مسئولین، به همه علما، به همه نخبگان دانشگاهی، اونایی که متخصصن اینا را عرض میکنم، ما برای مدیریت هر نقطه‌ای که در اونجا داریم کار میکنیم باید از پیغمبر یاد بگیریم. تنها مسئله عبادت پیغمبر مشکل حل نمیکنه. پیغمبر همونطوره که نماز میخوان میفرمود روشنی چشم من در نماز است. در مسائل اجتماعی، در مسائل مدیریتی بسیار جدی بود. نقل میکنن در مسئله جنگ خندق 8 روز بیشتر فرصت نداشت. ده‌ها قبیله آمده بودن دور مدینه، تمام فرصتی را که پیغمبر داشت تاریخ می نویسد 8 روز بود. در این 8 روز پیغمبر باید برنامه ریزی بکنه. قضیه فرق میکنه، برای نابودی اسلام آمدن. پیغمبر چیکار کرد؟ تصمیم گرفت، حالا قصهش بمانه، با مسلمان ها مشورت کرد که دور مدینه رو خندق بزنه. حاجی هایی که رفتن خلاصه مساجد سبعه رو زیارت کردن یادشان هست، بقیه عزیزان هم که برن دنبال قضیه باشن. در این 8 روز پیغمبر یک تصمیم شجاعانه گرفت. حدود 5 کیلومتر
5000 متر دور مدینه را باید خندق بزنن. گفتن فاصله بین دو طرف خندق یعنی عرض خندق 7 متر تا 10 متر، این فاصله را تاریخ نقل کرده. 5000 ضرب کنین به 10، عمق خندق حداقل 3 متر بوده. خب یک اسب سوار از اونجا نتونه راحت عبور بکنه. ببینید رهبر جامعه اسلامی باید اینطوری باشه. پیغمبر خودش آمد برای کار کردن. جالبه تاریخ می نویسه هر جا به سنگی به صخره‌ای می خوردن که نمی توانستن در بیارن، خود پیغمبر خبر می کردن، حضرت می آمد قضیه را حل می کرد. امروز باید بزرگان در دسترس مردم باشن. من در گذشته اینا را گفته بودم، اونهایی که دیده نمی شدن، ما در سالهایی که اینجا نماز جمعه خواندیم یک نماینده پارلمان را در نماز جمعه ندیدیم. دیدیم؟ من که ندیدم. من بارها می گفتم اشرف غنی که خودش نماز خواندن بلد نیست می تواند یک جامعه اسلامی را رهبری کنه؟ نمی توانه. نماینده پارلمان که اهل شراب است او می توانست به یک جامعه مؤمن خدمت بکنه؟ کسی می تواند به جامعه خدمت بکنه که مردمی باشه؟ پیغمبر بزرگوار اسلام با حضور و موقع قضیه خندق مدیریت کرد. زیاد وقت جلسه را نگیرم، در اون جریان اگر مسلمان ها شکست میخوردن یا وقت نمونه بارز دشمن ابن عبدود فریاد میزد که مسلمان ها بیاین، من که به بهشت و جهنم عقیده ندارم، شما عقیده دارین، بیاین خلاصه بجنگین به بهشت برین، اگر مرا نابود کردین مثلا به اجر و پاداش برسین، خلاصه کار به جایی رسید که هیچ کس حاضر نشد در اون لحظه به میدان عبر ابن عبدود بره، با همه خلاصه تشکیلات و برنامه هایی که بود، تا اینه که وجود نازنین امیرالمومنین هر باره که پیغمبر فرمود کی حاضر است، فرمود من. آخرین باره که آقا امیرالمومنین حرکت کرد، پیغمبر فرمود کل اسلام در مقابل کل کفر قرار گرفت. برز الاسلام کلو الالکفر کله. گاهی حقیقت اسلام در یک صحنه تجسم میکنه، همطوری که در کربلا حقیقت اسلام در حرکت ابی عبدالله تجسم کرد، گاهی در یک مجلس اگر غفلت کنی اسلام آسیب دیده. بالاخره امیرالمومنین بر اصل وظیفه اونجا حضور پیدا کرد. که من خیلی وقت شما را نمیگیرم، اگرچه اسناد زیاد است، اون تعبیراتی را که مولانا خلاصه به عنوان یک شخصیت از افغانستان و از بلخ که البته کشور اسلامی ترکیه هم به او افتخار میکنه، وقتی این قضایا را بررسی میکنه از اونجا شروع میشود که میگوید از آقا علی علیه السلام اخلاص عمل را بیاموز، شیر حق را دان منزه از دغل، تا اونجا میرسه که وقت رفت ابن عبدود با اون همه خلاصه پرگویی‌هاش وقت آب دهان انداخت به صورت آقا امیرالمومنین، شمشیر به دست آقا بود، اون نتوانست کاری انجام بده. حضرت آب دهان وقتی به صورتش حس کرد شمشیر به غلاف کرد. حریف خلاصه مغرور و نادان سوال کرد، حالا به تعبیر مولوی، گشت حیران آن مبارز زن عمل. ابن عبدود تعجب کرد، وزنمودن عفو و رحمت بی محل. گفت این چه کار اسم میکنی؟ من حریف تو هستم، به سرت آسیب رساندم، حالا وقتی نیست که شمشیرت در غلاف بکنی. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ چرا شمشیری تا خلاف کردی؟ آقا امیرالمومنین فرمود
گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. گفت تو نمیفهمی، جنگ ما هم برای ادب است، برای بیداری است. خدا نکنه در یک جامعه جنگ خودش هدف باشه. من همیشه عرض کردم ما به امید روزی هستیم که در جنگ پیروز نشویم، یک گروه بر گروه دیگه در جنگ پیروز بشه. ما به امید روزی هستیم که بر جنگ پیروز شویم، دیگه جنگی نباشه. بعد خوب نیست، من اینا را مجبورم. گفت شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد، من که کا نیستم. کوه را کی در ربایت تون باد، تو فکر میکنی من شمشیر میزنم که تو را بکشم؟ نه، من میخواهم کفر را نابود کنم. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، نباید بی خود جگرخون شدی. خشم حق بر من چو رحمت آمده است، اینجا اگر شمشیر میزنم رضای خدا در این است. لذا اونقدر صبر کرد که اون ناراحتی از خلاصه وجود آقا، خب ایشان هم بشر است، علی انسان است، عاطفه داره، غضب داره، تا این که آرام شد بعد خلاصه شمشیر در آورد و اونه بالاخره به سزای عملش رسان. خب فرصت ما محدود شد دیگه. یکی از مناسبت های مهم مسئله فتح اندلس است. در سال 92 مسلمان ها اندلس اسپانیا را فتح کردند. حدود 781 سال مسلمان ها خلاصه در این قاره و در این نقطه حکومت کردند. حالا چرا شکست خوردن فرصت نیست. من عرض میکنم که دلیل شکست مسلمان ها و پیروزی مسیحیت که امروز در اونجا هستن نتیجه دو چیز بود: اختلاف مسلمان ها و خوشگذرانی. حاکمان که در اونجا رفتن هم با دشمنان ارتباط برقرار کردن، دشمنانی که نابود شده بودن از نقطه های ضعف مسلمان ها دو مرتبه استفاده کردن، و همینطور خوشگذرانی ها، تنپروری ها باعث شد این افتخار بزرگ از جامعه اسلامی گرفته شود. امیدواریم که این تاریخ برای همه ما پند باشد و عبرت باشد. یکی از مناسبت ها 18 شوال 8 می مناسبت روز جهانی صلیب سرخ است. کمیته بین الملل صلیب سرخ که بر اساس موافقتنامه سال 1864 با تلاش ژن هنری دونان، یکی از خلاصه انسانهای اهل سوئیس، بنیانگذاری شد و معرفی شد. تلاش های زیادی در این تاریخ داشته، کمک های زیاد، اول برای مجروحین جنگ ها، اونایی که در صحنه های جنگ می ماندن کمک های اولیه می کرد، پیشگیری از وقوع حوادث، سالم نگه داشتن آب آشامیدنی. خب گاهی جنگ اتفاق می افته، باید سرمایه های خلاصه مردم آسیب نبینه. تعلیم دادن پرستاران و قابله ها، مراقبت از زایشگاه ها و مراکز رفاهی کودکان. این در واقع جایگاه و این آدرس، یعنی صلیب سرخ، در همه کشورها فعالیت داره و در افغانستان هم فعالیت هایی داشته. ما به عنوان یک پیکری از جامعه بشری باید همه خلاصه دستاوردهایی که به نفع جامعه بشر است اونها را تکریم و در واقع احترام بکنیم. لذا امید است که شرایط خدمت برای امثال صلیب سرخ بیشتر فراهم بشود و اگر مشکلات هست اونها هم مدیریت شود. آخرین نکته ای را که عرض می کنم، سفری را که وزیر خارجه امارت اسلامی یا دولت سرپرست به پاکستان داشت، صحبت هایی که با
همتای پاکستانی و چینی داشت. این یکی از خلاصه موضوعات است که به اون من اشاره میکنم. خب قرارداد شده، ما از هر حرکتی که افغانستان را با دنیا پیوند بده و وصل بکنه حمایت میکنیم و دنبال این هستیم که تحریم ها، این رابطه ها قطع بشه، یعنی تبدیل به اتصال و همکاری بشود و موانعی که دشمنان منافع ما دنبال او موانع و بهانه ها هستند تا در وضعیت فعلی بمانیم، انکشاف و پیشرفت صورت نگیره، انشالله با تدبیر و با دلسوزی و درایت و آینده نگری اون موانع هم باید برطرف شود تا ما انشالله از وضعیت بهتر و بالاتر و دست بالاتری انشالله بهرمند شویم. خدایا فرج آقا و مولای ما معجل بفرما، ما را در مسیر بیداری و بصیرت جامعه اسلامی یاری بگردان. عزیزانی که با حضورشان در نماز جمعه این پایگاه وحدت، عزت، سربلندی، افتخار شرکت میکنن، این پایگاه را یاری میکنن، به دنیا و آخرت به اینها برکات و عنایتت را ارزانی بدار. گاوهابان در مسیر وحدت و همدلی تامین منافع همدیگر خدایا استوارتر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.